کوه رونده نویسنده منوهر چامولی نگارکر کرد جدندرا تاگور برگردان به فارسی کتابخانه درخت دانش برگرداننده ملیحه بهرام بود نبود در زمانهای قدیم یک شطر بود این شطر بسیار بزرگ بود شترهای دیگر یک کوهان داشتند اما او دو کهان داشت از این سبب این شطر به خود افتخار میکرد و از دیگر شطرها فاصله می گرفت یک روز طوفان ریگی شدید در بیابان پیچید همه جا را گرد و غبار و خاک فرا گرفته بود شتر را خواب برده بود و از طوفان خبر نداشت او هیچ دوستی هم نداشت تا او را بیدار کند بزودی زودی ریگ خاک دور او جمع شده بودند و تنها دو کوهانش معلوم می شد به زودی دو سنگ پشت صحرایی از راه رسیدند آنها شروع به بالا و پایان رفتن از کوان شطر کردند و با هم مسابقه می دادند. ناگهان شطر از خواب بیدار شد و از زمین برخاست. سنگ ها که ترسیده بودند فریاد زدند. بدو این یک کوه روان است. بدو این یک کوه روان است. روز بعد هوا بسیار گرم بود. شطور به دریاچه نزدیک رفت تا خود را سرد کند او داخل آب شد و در اعماق دریاچه فرو رفت تنها دو کوانش معلوم شد و بس در این وقت دو بقا آمدند و روی پشتش بالا شدند و میلی کوچکی را در آنجا برگزار کردند زمانی که غروب فرا رسید شطور خود را بلند کرد و از آب برخاست بقاها با ترس از پشت شطور خیز زدند و فریاد زدند بده اون یک کوی رونده است شطور ایران مانده بود و فکر میکرد چرا همگی او را کو صدا میکنند او تصمیم گرفت تا به جستجوی یک کو برود تا ببیند که کو چی است در راه او از یک جنگل عبور کرد او از دریاها عبور کرد و از دشتها گذشت و زودی تاریکی فرا رسید شطور خسته و زل روی زمین درست کشید و خوابید آن شب برف سنگینی بارید روز بعد همه جا پر از برف بود تنها کوانهای شطور دیده می شد در این وقت دو موش از کدام جای آمدن آنها با کوان شتر بالا شدن و بدویدن پشت یکی ده شروع کردند. موشا شتر را قط دادند و او از خواب بیدار شد شتر خود را بلند کرد و از زمین برخاست. موشا ترسیدن و در حالی که میگریختند گفتند بدو بگریز این یک کوی رونده است در امان لحظه شطور اتفاقا یک کوی پوشیده از برف را در مقابل خود دید. او با دیدن کو فریاد زد. او خدای من چی شطور بزرگی؟" سطح خانش این کتاب دو است و برای کودکان در نظر گرفته شده است که توانایی شناسایی واجه های آشنا را دارند و واجه های جدید را می توانند با کمک دیگران بخوانند. برای دستیابی به بر منابع باز آموزشی و کتاب های قصه برای کودکان به سایت کتابخانه درخت دانش www.ddl.af مراجعه کنید. روز روزگارتان بخیر.